سرخط خبرها درگیری شدید میان یک فرمانده ضد طالبان در چال تخار جریان دارد. ولسوال طالبان در خوج عمری غزنی نظامیان پیشین را شکنجه کرده است. از مارشال دوستم گرفته تا محمد محقق، صلاح‌الدین ربانی، یونس قانونی، عطا محمد نور و استاد سیاف به طالبان هشدار دادن. جسد یک کودک 11 ساله در فاریاب پیدا شد. پیام مولوی مهدی به طالبان: من مخدوم عالم و قاری صلاح‌الدین نیستم. باید خدا به یک زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. ولسوال طالبان در خوج عمری غزنی نظامیان پیشین را شکنجه کرده است. منابع محلی در ولسوالی خوج عمری ولایت غزنی از آزار و اذیت، شکنجه و زندانی کردن شمار از نظامیان پیشین و اعضای خانواده هایشان از سوی ولسوال طالبان در این ولسوالی خبر میدهند. به گفته منابع، ولسوال طالبان در خوج عمری تا اکنون چندین عضو پیشین نیروهای امنیتی را در این ولسوالی زندانی کرده و از آنان خواسته است تا اسلحه‌هایشان را تسلیم کنند. بر اساس اطلاعات منابع، او به این نیروها گفته است که اگر اسلحه‌های خود را تحویل نمی‌دهند یا ندارند، در برابر هر میل 100,000 افغانی پول نقد پرداخت کنند. به گفته منابع، اعضای خانواده یکی از نظامیان وادار به پرداخت پول و یا تسلیم دهی اسلحه شده که او 3 سال پیش در نتیجه جنگ در این ولسوالی کشته شده است. جسد یک کودک 11 ساله در فاریاب پیدا شد. منابع محلی در فاریاب می گویند که جسد یک کودک 11 ساله در این ولایت پس از 5 روز ناپدید بودن پیدا شده است. یک منبع معتبر محلی در ولایت فاریاب روز دوشنبه 23 جوزا به روزنامه 8 صبح می گوید که این کودک باز محمد نام داشت و 5 روز پیش در روستای قرمی ولسوالی پل چراغ در این ولایت ناپدید شده بود. به گفته منبع، جسد این کودک روز گذشته در روستای کرمک ولسوالی پل چراغ پیدا شده است. هنوز چگونگی قتل این کودک و علت آن معلوم نیست. درگیری شدید میان یک فرمانده ضد طالبان در چال تخار جریان دارد. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که از صبح تا اکنون درگیری های شدید میان طالبان و فرمانده خان محمد، یکی از فرماندهان محلی ولسوالی چال، در روستای اسپنج این ولسوالی جریان دارد. و گفته این منابع، طالبان با نیروهای زیاد به هدف سرکوب این فرمانده تاجک تبار رفتند. منابع می افزایند که تا هنوز از رقم تلفات دو طرف جزئیات در دست نیست، اما طالبان چند باشنده محل را بازداشت کردند. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار در این مورد چیزی نگفتند. شورای مقاومت ملی برای نجات به رهبری مارشال دوستم، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور و استاد سیاف به طالبان هشدار دادند. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به عملکرد اخیر طالبان مبنی بر بازداشت و کشتار غیر نظامیان از سوی آنان گفته است که طالبان با استفاده از دین دست به سرکوب و کشتار مردم میزنند. این شورا روز 31 شنبه 22 جوزا با نشر اعلامیه‌ای افزوده است که با گذشت هر روز از حاکمیت طالبان، دامنه ظلم، هراس افغانی و کشتارهای هدفمند و سیستماتیک در افغانستان افزایش یافته است. این شورا با اشاره به وضعیت مردم در افغانستان گفته است که طالبان برخلاف توقعهای خوشبینانه داخلی و بین المللی نشان دادند که هیچ گونه احساس مسئولیت در قبال مردم و آینده افغانستان ندارند. به گفته این شورا، طالبان با فهم از دین حقوق زنان را سلب کرده و دست به بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان
و سربریدن اسیران جنگی میزنند. شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان علاوه کرده است مفاهیم چون حقوق بشر، آموزش و پرورش، کرامت انسانی، عدالت، مردم سالاری، اعتدالگرایی، همزیستی، حاکمیت قانون، حکومتداری و سایر ارزش‌های توسعه آفرین و انسانساز در سایه حاکمیت سلطه‌گرایانه گروه طالبان به مفاهیم غلط تبدیل شده است. شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان در این اعلامیه نیز از گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر در مورد تایید موردهای بازداشت و کشتار غیر نظامیان در پنجشیر استقبال کرده است. این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته است که طالبان غیر نظامیان را در ولایت ها به اتهام همکاری با جبهه مقاومت دستجمعی بازداشت و شکنجه کرده اند. همچنان تازه مولوی مهدی به من خبر رسید که از مزار شریف و ولایت جوزجان نیروهای طالبان به دستگیری من حرکت کردند. عدالت خواهی من نسبت به قضیه های مخدوم عالم و قاری صلاح‌الدین فرق می کند. من دایه بر حق عدالت خواهی مردم با عزت هزاره هستم. به یاری الله متعال و مردم با عزتم از عهده هر کار بیرون می شم چون که ملتم با من است. همچنان به نقل از آماید نیوز و واکنش تحویلی جنرال مبین به جدایی مولوی مهدی. وقتهایی که بر سر مردم میخ میکوبیدید گذشت، زورگویی نکنید. به دنبال جدایی مولوی مهدی بلخابی از صف طالبان، جنرال مبین چهره رسانهی طالبان در تیویت نگاشته است، زورگویی نکنید که سخت ضرر میبینید. وقت کوبیدن میخ بر سر مردم گذشته است. دستور طالبان به هتلداران و شیریخ‌پزی های تخار: زنان نباید در این مکان ها غذا و شیریخ صرف کنند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که مسئولان محلی طالبان در ولسوالی دشقله به تازگی به هتلداران و شیریخ‌پزی ها دستور دادند که زنان نباید در این مکان ها غذا و شیریخ صرف کنند. مالکان هتل‌ها و شیریخ‌پزی‌ها به روزنامه 8 صبح می‌گویند با آنکه مکان جداگانه برای زنان تنظیم کردند، طالبان مانع حضور زنان در این مکان‌ها شدند. گفتنی است که افراد امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار ایزهای بازرسی ایجاد کرده و به زنان بدون محرم اجازه رفتن به شهر را نمی‌دهد. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.